فرمان رکتانگل. از فرمان رکتانگل برای ترسیم چهار ضلعی های به هم پیوسته از قبیل مربع، مستطیل، که باز اینها میتونن به صورت افقی باشن، به صورت مورب باشن، به صورت گوشه گرد باشن، اصطلاحاً فیلت باشن، به صورت گوشه پخ خورده باشن، اصطلاحاً گوشه هاشون چنفر ایجاد شده باشه، استفاده بشن. مستطیل رسم شده به صورت یک مجموعه واحد می باشد. یعنی اگر روی یکی از سگمنت هاش کلیک چپ کنیم، رکتانگل انتخاب میشه. روش های اجرای فرمان رکتانگل. روش اول، روی نوار منوی باز شوی درا اینجا کلیک چپ میکنیم، با قرار دادن مکان نما روی فرمان رکتانگل میتونیم رکتانگل رو اجرا کنیم. کافیه فقط کلیک چپ کنیم که من در این مرحله کلید اسکیپ رو میفشارم. روش دوم، استفاده از نوار ابزار تولبار دراز. ببینید اینجا تولبار درا مکان نما رو اینجا قرار میدم روی رکتانگل و توضیح میده، میگه create a rectangular polyline. داره میگه که در واقع رکتانگل یک پولیلاینه. چطور اومده الان اینجا رکتانگل رو رسم کرده؟ با معرفی نقطه اول و نقطه دوم. یعنی اومده اینجا یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ کرده، مکان نما رو حرکت داده، اومده اینجا یه نقطه دیگه هم اینجا اومده کلیک چپ کرده، یه همچین مستطیلی اینجا اومده رسم شده. یعنی این کلیک چپ اول، اینم کلیک چپ دوم، که در واقع ما کلیک چپ دوم رو برای معرفی کلیک چپ دوم، این در راستای محور X، این هم در راستای محور Y هست، در واقع میتونیم با استفاده از روش های دکارتی مطلق، دکارتی نسبی و یا حتی قطبی نسبی بریم که در قسمت مثال ها این رو به صورت کامل براتون حل کردم. روش سوم اینی که ابتدا مطمئن باشیم زبان نوار وضعیت ویندوز زبان انگلیسیه، حروف REC رو در خط فرمان تایپ میکنیم. REC که معرف فرمان رکتانگله، فهرست پیشنهادی فرمان رکتانگل رو به ما پیشنهاد میده. با فشردن کلید انتر میتونیم فرمان رکتانگل رو اجرا کنیم که من در این مرحله کلید اسکیپ رو میفشارم. روش چهارم، استفاده از نوار ریبون ها سربرگ هم در گروه درا یا پنل درا. اینجا روی آیکون رکتانگل میتونیم اینجا کلیک چپ کنیم که باز داره نشون میده نقطه اول و نقطه دوم. در واقع با معرفی دو نقطه خیلی راحت میشه یک رکتانگل رسم کرد. من یه نکته رو اینجا میخوام خدمتتون نشون بدم. گفتم بهتون اگر یک دانشی از زبان انگلیسی داشته باشید، خیلی راحت میتونین بیاین تمام این نرم افزارا رو یاد بگیرید. اینجا اومده گفته create a rectangular polyline from the specified the rectangle parameters که شامل length، طول، width، عرض، rotation یعنی چرخش. داره این داره به ما اینجا نشون میده مستطیل میتونه حتی یه همچین مستطیلی باشه ولی بچرخه، rotate داشته باشه. And type of corn میگه گوشه هاش میتونه انواع مختلف، type یعنی انواع، corners یعنی گوشه، fillet یعنی چی؟ یعنی گرد گوشه، چنفر یعنی چی؟ یعنی پخ داشته باشه، اسکوار هم یعنی ما حتی میتونیم با فرمان مستطیل یا رکتانگل یک دایره رسم کنیم. چطور میتونیم یک دایره رسم کنیم؟ زمانی که بیایم طول و عرض رو برابر بدیم و به اندازه نصف طول یا عرض بیایم شعاع گردی رو بدیم که در قسمت مثال ها باز هم یه همچین مثالی رو خدمتتون عرض کردم. کلید اسکیپ رو اینجا میفشاریم. ابتدا کلیه آیکون های نوار وضعیت رو غیر فعال میکنیم، چون اینجا ما هنوز غیر از ارتو و پولار دانشی در مورد سایر آیکون ها نداریم. حروف REC رو در خط فرمان تایپ میکنیم و فهرست پیشنهادی رکتانگل رو به ما پیشنهاد میده و کلید انتر رو میفشاریم. خط فرمان چی گفته؟ specify یعنی تعیین کردن. گفتیم فرمان رکتانگل یک فرمان ترسیمیه، اعلان با specify شروع میشه، مکان نما به حالت به علاوه ترسیمه. specify first یعنی اولین corner point، میگه اولین گوشه رو تعیین کن. میگم آقا اولین گوشه رو من اینجا کلیک چپ میکنم، حالا میگه دومین گوشه رو تعیین کن. ببین دومین گوشه رو اینجاست دیگه، من میتونم به صورت نامشخص بدون هدف یه نقطه مثل اینجا بیام کلیک چپ کنم و یک مستطیل رسم کنم. ببینید در اعلان قبلی
اگر من براتون نشون بدم، قبل از اینکه ما بیایم فرست کورنر رو اینجا بهش معرفی کنیم، میتونستیم یه سری زیر مجموعه های رو براش تعریف کنیم. چمفر یعنی قبل از معرفی نقطه اول بیایم بگیم آقا این مستطیل چمفر باشه، یعنی در گوشه ها پخ ایجاد بشه، تمام این چهار تا گوشه، کورنر اول، دوم، سوم، چهارم، یا الیویشن داشته باشه. الیویشن یعنی چی؟ یعنی ما با استفاده از این زیر مجموعه چهار ضلعی رو در امتداد محور زد به سمت بالا یا پایین ببریم. بازم در مثال ها اومدم این زیر مجموعه رو در قالب مثال براتون حل کردم. یا فیلت داشته باشه، یعنی این چهار تا کورنر گرد گوشه باشه. سیکنس یعنی چی؟ با استفاده از زیر مجموعه سیکنس میتونیم یک ضخامتی رو در راستای محور زد به چهار ضلعی بدیم. و ویدث داشته باشه، ویدث یعنی پهنا داشته باشه، میتونیم پهنای دلخواهی رو برای خطوط تشکیل دهنده مستطیل بدیم. یادتون باشه اگر لنگس، طول و عرضش با هم برابر باشن، ما میتونیم در واقع یه همچین مربعی رو با فرمان رکتنگل رسم کنیم. در اعلان بعدی که ما اومدیم اینجا فرست کورنر رو براش معرفی کردیم، من کلید اسکیپ رو بزنم، ببین الان من اینجا فقط براش اومدم فرست کورنر رو معرفی کردم، میگه آدر کورنر. من اینجا میتونم در یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ کنم و مستطیل رو ایجاد کنم. یه سری زیر مجموعه ها داره مثل اریا، میگه آقا به جای اینکه شما بیاین به صورت نامشخص بیاین اینجا کلیک چپ کنین، میتونین از زیر مجموعه اریا استفاده کنین و چهار ضلعی رو بر اساس یک مساحت مشخص، مثلا من میتونم بگم آقا این طولم اینجا 300 تا باشه و اینم اینجا 100 تا باشه، 300 ضرب در 100 میشه چند؟ میشه 30000 دیگه. یا اصلا بذار اینطوری اینجوری بگیم، این 10 واحد، اینم 3 واحد، 10 ضرب در 3 میشه 30. پس مساحت رو میتونیم 30 براش معرفی کنیم و فرمان از ما طول یا عرض رو میپرسه که ما میگیم آقا طولش مثلا 10 باشه یا عرضش 3 باشه. با استفاده از دیمنشن میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم پس از معرفی اولین گوشه چهار ضلعی، این اولین گوشه که اینجا اومدیم معرفی کردیم، بیایم طول و عرض چهار ضلعی رو براش معرفی کنیم و در واقع یه خاصیتی که برای مستطیل میتونیم انجام بدیم روتیشنه، میتونیم چرخش رو انجام بدیم که باز هم برای روتیشن مثال حل کردم. پس اینجا ببینین اسپسیفای آدر کورنر، من در یه نقطه مثل اینجا میام کلیک چپ میکنم، اگر روی یکی از این سگمنت ها کلیک چپ کنیم تمام سگمنت ها انتخاب میشه، کلید اسکیپ از صفحه کلید رو میفشارم.